در پی من دوان مشو، خیز مگیر کمین مکن، خسته و بیپام مکن. من هم نگاری دارم، چشم به راهی دارم، من هم نگاری دارم، چشم به راهی دارم. که مر ما گیر کرده، برو آهنگ لام زد. مهربانیان آرزو دارم شاد و خوش و پیروز باشید، در پناه اهورامزدا خداوند دانایی و توانایی بتونید هر روزتون با این سختی هایی که در پیش رو داریم به روزهای خوش و بهی تبدیل کنید. کار دشواریست میدونم. درخت نوئل کنار من هست، 40 سال داریم میگیم، 40 سال پیش 1980 نوشتیم در نشریه هفتگی خودمون، اون موقع کالا شده ماهی 3 ماهی یه بار و الان دیگه امکانات وسیع‌تری از نظر تبلیغاتی در جهان فراهم شده. نوشتیم که ادیان ابراهیمی و اندیشه های آریایی، این از اندیشه های آریایی است درخت نوئل. البته اینا کاج استفاده میکنن، مال ما سرو بوده، سرو آریایی. ما شب یلدا میذاشتیمش، شب یلدا. اینا هم همون یلداست، یعنی کریسمس که میگن یعنی شب یلدا. یلدا از زبان آسوری و سریانی وارد زبانهای دیگه شده، به ویژه در زبان عرب. تولد، میلاد، زایش ازش گرفته شده و میگن تولدت مبارک، مثلا از همون یلدا میاد. حالا یلدا چیه؟ تولد میتراست. میترا که شما میبینید همین بابا نوئل نیز شبیه اون هست. بابا نوئل دیدید که شبیه همون میترای ماست، ربطی به جزو نداره. بله پرنوئل میگن اینا، بابا نوئل میگن، همون میترای ماست، همون عمو نوروز ماست. یعنی مشخصا شما ایشون رو نگاه بکنید، ایشون ایشون بابا نوئل، فرانسه میگه پر نوئل، همون میتراست و عمو نوروز ماست که با حاجی فیروز میاد. این عمو و حاجی رو بعد اسلام بهش اضافه کردن. این بونه سرش، این کلاه که میبینید، کلاه میتراست عزیزان من، که بر سر مجسمه آزادی پاریس و نیویورک نیز هست، همچنان که مشعل زرتشت و کتاب اوستا در دست مجسمه آزادی است. میدونید که مجسمه آزادی را یک میتراگرای فرانسوی برتولومی ساخته هر دوتاش. خب پس بچه ها، جشن یلدا بر شما شاد باد. پدر مادرها حتما بهتون کادو میدن، حتما برای بچه ها کادو بخرید. یلدا رو همون کریسمس رو، حالا چه 21 باشه چه 25 ماه دسامبر، ولی مال ما درسته. قبلا توضیحات زیادی دادم در این مورد، دیگه امروز صحبتی نمی کنیم عزیزان من و به اصل مطلب میپردازیم. مطلب امروز ما 3 مورد داره و شاید 4 بخش خواهد داشت. نخست میخوام در مورد اینترنت با شما صحبت کنم و این تلفن های دستی که همتون دارید، این تلفن های دستی که دست همتون الان این روزا هست، هر کی رو شما ببینید این تلفن دستیشه دیگه. دیگه هر کاری بخواد با این تلفنش داره میکنه، هر کاری که بخواد. این تلفن ها باید بدونید که هر چند برای شما محاسن بسیاری داره، اما معایب بسیاری هم داره. اگر شما آشنایی نداشته باشید به کاربردش، برای شما اگر البته آدم مهمی هستید، یک آدم عادی تو کوچه و خیابون هستی، نداره، حتی یک آدم آزادی خواه هستی که زیاد مسئله دار نیستی، مشکل نیست. ولی اگر آزادی خواه باشی، بچه باشی، نوید افکاری باشی، برات مشکل ایجاد میکنه.
اگر مهندسی، رئیس جایی هستی، مدیر جایی هستی، مدیر کلی، پزشکی، فلانی، برات مشکل ایجاد میکنه. باید بلد باشی باهاش کار کنی. امروز در مورد این صحبت میکنیم. محاسن هم زیاد داره ها، یعنی محاسنش بیشتر از معایبشه، ولی در کشورهای دیکتاتوری میان و شما را به از اون جایی که میتونن سوء استفاده میکنن تا ترتیب شور بدن. مثلا ببینید، شما رو گوگل که میخواید برید جستجو کنید، شما گوگل رو که میزنید، وقتی گوگل میاد این بالا شما میخواید جستجو کنید، این بالا کنار اون جایی که میخواید تکست بنویسید عکس یک میکروفون هم داره. شما اون میکروفون رو اگه بزنی و اسمی رو بگی، چیزی که میخواید بگردی دنبالش بگردی رو بگی، اون برات اونو کامل میاره خودش و بهت هم میگه. مثلا نگاه کنید، من میزنم یه چیز میگم، دیوید عباسی. وقتی میگه دوید عباسی، که خب اسم دیگه من هست، سیاوش اوستا، همه اطلاعاتی که میده هیچ، بعد عکس و ویدیو و همه چیز شما برام میده. این بالا نوشته مثلا ویدیو عکس، شما هر چی بخوای بزنی اون همون رو بهتون میده. مثلا روی عکس اگه بزنی همه عکساتو میده. او اینقدر میده که چی، ویدیوها رو همه رو میده، مال همه، هر کسی که کس باشه توی اینترنت باشه و اینها، این اطلاعات کاملشو میده. تو میگی، یعنی لازم است تایپ کنی، بعد اون حتی اونم باید حرف میزنه. از این محاسن صدها و دهها داره، ولی معایب هم داره. امروز یکیشو میخوام بهتون بگم، با اینکه بارها گفتم بهتون، دوباره تأکید میکنم. سابقه بر این براتون یه ایمیل میفرستادن، بعد این ایمیل تبلیغاتی بود، تو جواب میدادی نمیدادی، تارش کلیک میکردی، تمام اطلاعات کامپیوترتون کسی که برات ایمیل فرستاده بود دریافت میکرد، تمامو، آدرس ایمیل، کجا رفتی، کجا خوابیدی، چی خریدی، چه عکسی تو کامپیوترت هست، چه ویدیوهایی هست، و همینجوریه که جاسوس میکنن، ترتیب آدم رو میدن. یادتون نره. همون موقع با این آدرس ایمیل اینجوری ترتیبتون میدن. یا مثلا همون موقع که ایمیل بازی بود، میومد برای تو یه ایمیل میفرستاد، میگفت یه خبر خیلی داغ دست اول، یا یه جوک خیلی خوب دست اول، بعد این جوکر تو میگفت برای همه دوستان بفرست، تو برای همه میفرستدی، اون همه کلیک میکردن، تو کلیک میکردن، همه اون 1000 نفر 2000 نفر آدرساشون میرفت توی دستگاه اونها. حالا ایمیل استفاده ازش کم شده، یه چیزای دیگه هست. تو فکر کردی خیلی هپلو هپو هستیم ماها، ما خیلی هپلو هپو هستیم، فکر میکنیم یارو چقدر آدم مهربون، یه دلش سوخته اومده برای من واتساپ وا کرده، تلفن مجانی، تلگرام وا کرده، عکس و تصویر بفرست مجانی، اینستا وا کرده. حالا اونا که پول میسازن تبلیغاتش اینو جای خود بمانه، ولی بیچاره تلفنی که سابق توی فرانسه بود دقیقه 10 فرانک به ایران. من هر موقع خواستم به مادرم یا به کسی زنگ بزنم اینا، میرفتم 100 فرانک 5 فرانکی میگرفتم، تق 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 مینداختم، 10 دقیقه صحبت میکردم، 10 دقیقه میشد 100 فرانک، مثل 100 یورو و 100 دلار الان بود اون موقع، متوجه میشین؟ خب حالا اینا همه رو برات مجانی کردن، تو با واتساپ تمام دنیا مجانی زنگ بزن. البته ما حتی تلفنمون هم با آمریکا مجانیه، چون ما 30-40 تا میدیم، بعد هر چی دلمون بخواد تلفن دیگه، نه واتساپ. ایران مجانی میذارن؟ ایران نه، 140 تا کشور، ایران توش نیست، اسرائیل، ترکیه، تمام اروپا، آمریکا، چند سال اینطور شده. اینا هم از محاسنشه. از اون طرف از معایبش اینه که این واتساپ، پاتساپ، تلگرام اینا برای خرج کردن ما ایرونیاس خصوصا. چرا؟ چون میاد تلفنی که میگه مجانی، بعد گروه همه درست برای گروه های واتساپ، گروه اهورامزدا، روح اوستایی، زرتشتی، رضا شاهی، اعلی حضرتی، صلاح شوری، همه اینا مال وزارت اطلاعاته. چون تلفن آدم ها جمع آوری میکنن، به وقتی جمع آوری میکنن اینجوری است که وقتی که اینجا توی تلفنت برات میرسه صبح شما و به شادی و خرمی، نه 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 نه، یک آهنگ خوشگلم برات میذاره، یک منظره قشنگم میذاره، بعدم میگه اینو برای هر کی دوستش داری بفرست. منم خر میشم، یه عمر خرم، من خر میشم، برای همه دوستام میفرستم، همه دوستام روش کلیک میکنن. نمیفهمید؟ من که اینا رو نمیفهمم، ولی انشالله که بفهمم. ویرو فکر میکنه داری خواب تعریف میکنی، میزنی روش،